دختر یک ساله‌ای که به خونبه ها داده شد، بود دادن یا خونبه ها، کابوس 25 ساله رها. داستان واقعی رها را میشنوید. او 25 سال است که در این کابوس زندگیش را شب و روز میکند. رها زمانی که یک ساله بود، برادرش در قریه یک نفر را در اثر درگیری کشته بود. بزرگان قوم فیصله کرد که آتش کدورت بین دو خانواده را باید با دوستی تبدیل کند. بنابراین رهای یک ساله یکی از این اموالی است که خونبه ها یا بود داده می شود، اما خشم خانواده مقتول فروکش نکردند. رها که دیگر کم کم بزرگ شده است و آنقدر از خانواده و اطرافیان شنیده است که عروس خانواده دیگر است که برادرش یکی از پسران آن را کشته است. ادامه این داستان را با ما همراه باشید. بیست و شش سال پیش در یکی از روستاهای دور افتاده دو نفر با هم درگیر می شوند و این درگیری به قتل یکی از آنها می انجامد. قتلی که روابط بین دو خانواده را تیره می کند و خانواده مقتول برای اینکه انتقامشان را گرفته باشند زندگی را بر خانواده قاتل تنگ می کند. از آنجا که قاتل و مقتول هر دو در یک قریه زندگی می کنند و این خصومتی که بینشان به وجود آمده اهالی قریه را نگران می کند. بزرگان قوم جمع می شوند تا راهی حل برای خصومتی با وجود آمده پیدا کنند. اما خانواده مقتول به دنبال انتقام هستند و هیچ راهی حل جز کشتن قاتل یا یکی از اعضای خانواده آن برایشان قناعت بخش نیست. دوستان ارجمند توجه داشته باشید که این داستان واقعیت دارد و در روزنامه صبح کابل منتشر شده است. لطفاً برای حمایت از ما کانال بوداپرس را سابسکرایب، زنگوله را فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. پس از رفت و آمد زیاد بزرگان قریه به خانه مقتول، سرانجام خانواده مقتول را قناعت می‌دهند که به این خصومت نقطه پایان گذاشته شود. آنان راه حل دیگری برای پایان این خصومت ندارند جز ایجاد روابط خویشاوندی که برای انجام آن باید یکی از دختران خانواده قاتل را به نکاح خانواده مقتول درآورند. با اینکه خانواده مقتول هیچ چیزی جز انتقام خشمشان را خاموش نمی کند، اما بنابر اصرار بزرگان قوم مجبور می شوند اختیارشان را به دست بزرگان بدهند. بزرگان قوم بر این می شوند که خواهر قاتل را به نکاح برادر مقتول درآورند و این گونه با ایجاد این رشته خویشاوندی خصومتی که به وجود آمده است را به دوستی تبدیل کنند. اما خواهر قاتل تنها یک سال سن دارد و هنوز چیزی از این خصومت و یا این که او می تواند این خصومت را به دوستی و خویشاوندی تبدیل کند نمی فهمد. بر اساس فیصله بزرگان قومی، رها خواهر یک ساله قاتل را به نکاح برادر مقتول در می آورند که زن دارد و مثل رها و بزرگتر از آن چند طفل. سالها پشتر هم می گذرد و رها وقتی 8-9 ساله می شوند از خانواده و اقاربش می فهمد که او عروس خانواده دیگر است و او را برای این که برادرش کشته نشود به بود دادند. رها تنها دختری نیست که در افغانستان به بود داده شده است. زنان و دختران در افغانستان برای جبران اشتباهات مردان همیشه مثل اموال تبادله شدند و در بسیاری از موارد وقتی مرد کسی را به قتل میرساند، اگر خانواده مقتول نتوانند انتقام خونشان را خون بگیرند، با پادرمیانی بزرگان و جرگه های قومی خانواده قاتل مجبور به پرداختن دیه یا خونبه ها می شوند که برای پرداختن خونبه ها دختران قیمتترین اموال شمرده می شوند. در بسیاری موارد برای پرداختن دیه یک دختر نه که دو یا بیشتر از دو دختر را برای خانواده مقتول می دهند تا این گونه همانان خونبه هایشان را به دست آورده باشند و هم روابط خویشاوندی ایجاد شود که در آینده به انتقام گیری و خصومت نپردازند. رهای یک ساله یکی از این اموالی است که خونبه ها یا بود داده می شود و پیش از این که سیاه و سفید را بشناسد او را عروس خانواده می کنند که تا گلو مقابل خانواده رها خشم و خصومت دارند. 12 سال از این قتل و بود دادن رها می گذرد تا اینکه خانواده قاتل به خانواده مقتول نفر می فرستند که دیگر عروسشان بزرگ شده است. اما خانواده مقتول که هنوز خشم انتقام در دلشان می جوشد امروز را فردا می کنند و از بردن رها عروسشان سرباز می زنند.
رها که دیگر کم کم بزرگ شده است و آنقدر از خانواده و اطرافیان شنیده است که عروسی خانواده دیگری است، کم کم به این موضوع تن داده است و قبول دارد عروسی خانواده شود که برادرش یکی از پسران آن را کشته است. خانواده مقتول که در آن زمان با اصرار بزرگان قومی مجبور شده بودند به خویشاوندی تن بدهند، آتش خشم همچنان در درونشان شعله‌ور است و دنبال این هستند تا هر طوری شده بهانه یا زمینه مساعد شود تا پاسخ خون ریختهشان را با ریختن خون بدهند. سرانجام برادر مقتول یعنی شوهر رها کینه و کدورت چند ساله اش را نه با بردن رها به خانه اش بلکه با کشتن کاکا و پسر مامای رها خالی می کند و پا به فرار می گذارد. پرونده همینجا ختم نمی شود. خانواده رها که دیگر تاوان قاتل 20 چند سال پیششان را با کشته شدن دو نفر از اعضای خانواده ایشان دادن، میخواهند رها را که 26 ساله شده است به نکاح کسی دیگری در بیاورند. اما پسر کاکاهای خانواده شوهر فراری رها با ادعای این که رها به نکاح یکی از اعضای خانواده آنان در آورده شده است و ناموسشان به حساب می آید، خانواده رها و هر کسی که به خواستگاری او می آید را تهدید به مرگ می کنند. رها که اکنون 26 سال دارد هنوز تاوان اشتباهی را می پردازد که 25 سال پیش برادرش مرتکب شده بود و به نام کسی باید تا زنده است بنشینند که بیش از 10 سال می شود فراری است. پسران کاکای شوهر فراری رها می گویند که تحت هیچ شرایطی نمی گذارند رها زنی کسی دیگری شود و ازدواج رها با دیگری به احترامی به ناموس آنها به حساب می آید. حالا رها مانده است و شوهری که دیگر از ترس جانش برای بردن رها که هیچ حتی به خانه خودش هم نمیتواند برگردد. با اینکه خانواده رها با کشته شدن دو نفر تاوان قتل را که 25 سال پیش انجام داده بودند پرداختند، اما اینگار هنوز بدهکارند و باید رها را تا زنده است برای کسی نگه دارند که کاکا و پسر مامای رها را کشته و خودش را گم کرده است. با اینکه امروز 25 سال پیش نیست و قوانین جدید افغانستان همراه با شرع بود دادن و ازدواج پیش از وقت را ممنوع قرار داده است و بیش از چندین کشور قدرتمند و مدرن دنیا دوده هست در پی اصلاح موارد اینچنینی در افغانستان فعالیت میکنند، اما رها هنوز یکی از قربانی های این رسم دیرین قبیله‌ای بومی است و با مراجعه به نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار این است که زندگیش را از بند شوهری که نیست نجات دهند تا بتواند پای بختش برود و با کسی که کدورت خانوادگی ندارند ازدواج کند. پرونده رها مانند صدها پرونده اینچنینی در نهادهای عدلی و قضایی دور میزنند و آن طرف هنوز هر کسی که به خواستگاری رها میآید تهدید به مرگ می شود.